بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از سلسله برنامه های قلب آسیا، ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را بار دیگر در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده، ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه قلب آسیا، خدمت همه عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینده های عزیز، البته ما مثل همیشه با موضوع جدید خدمت شما هستیم. همیشه ما در جریان هستید و میدانید که خلال هفته گذشته در کشور عزیز ما افغانستان برف کوچ و سرمایه شدید جان بیش از صدها هموطن عزیز ما را گرفت. البته قربانیان برف کوچ تا حال از زیر برف ها بیرون آورده نشده بودند که کابل برفی به کابل خونین تبدیل شد و حمله انتحاری در کابل جان بیش از 40 تن را گرفت و حدود 50 تن دیگر را مجروح گرداند. قربانیان و مجروحین حادثه انتحاری کابل البته به شفاخانه ها منتقل شدن. برای مجروحین شفای کامل و عاجل می خواهیم. برای قربانیان حادثه های برف کوچ و غیره حوادثی که در کشور جان هموطنان عزیز ملکی ما را می گیرد، برای آنها از الله متعال مغفرت خواهانیم. البته کشور عزیز ما افغانستان با این حادثات خونین و دلخراش تازه آشنا نشده است. بیش از چندین دهه ملت عزیز و شرافتمند افغانستان در آتش خون می سوزند. اما بیایم از خود سوال بکنیم که این مشکلات، این مصائب، این مصیبت ها، این ابتلاعات بگوییم یا آزمایش بگوییم و یا هم عذاب بگوییم، تا که ملت ما در وسط این همه مشکلات قرار می گیرند؟ چه وقت آفتاب صلح و امنیت، چه وقت آفتاب صلح و آسایش در افغانستان طلوع خواهد کرد؟ واقعا هر جوان افغان که امروز همسن و سال من باشند، بدون شک قبل از تولد آنها مشکلات آغاز شده و همه عمرشان تا کنون در این مشکلات میگذرد. تعدادشان در داخل افغانستان، تعدادشان مهاجر هستند در بیرون افغانستان، همه اینها دچار این همه مشکلات هستند. اما هر یکی ما و شما از خود مجبوریم سوال بکنیم، از بزرگان خود سوال بکنیم، از علمای خود سوال بکنیم که آخر این مشکلات تا به کی؟ موضوع این هفته ما هست تا به کی؟ نقطه 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 علامه استفهام. جناب مولانا، میشه برای ما بگویید که آخر ما چی کار کردیم؟ گناه ما چی هست که ما از چندین دهه در خاک و خون افتیدیم؟ همه روزه ملت شریف و مجاهد افغانستان قربانی میدهند به انواع و اشکال گوناگون. عذابهای الله متعال یا از آسمان میآید و یا هم از زمین، از هر دو طرف قربانی تنها ملت شریف افغانستان هست. آخر ما چی کار کردیم که در این مشکلات امروز واقع شدیم؟ الحمدلله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظیم. جناب استاد بزرگوار، در این شکی نیست که ملت افغانستان یک ملتی که به خاطر دین خود و به خاطر ارزش‌های اسلامی و به خاطر باورها و اعتقادات که سرچشمه از
همان اعتقادات قلبی و باورهای قلبی و خلاصه سرچشمه از دین و اسلام و قرآن میگیره این اعتقاد و باورها. ملت افغانستان سالها با دشمنهای مختلف رزمیدن، جنگیدن، مبارزه کردن به خاطر الهی کلمت الله. الله سبحانه و تعالی انسانها را ابتلا و آزمایش میکنه و در با صیغه بسیار تاکید بیان میکنه، ولنبلونکم بشیء، میگه ما هر آینه ابتلا و آزمایش میکنیم انسانها را و شما را، بشیء، به چیزی که با او شی، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص. بعضی وقت ابتلا و آزمایش میشه انسان ها به ناامنی، به ترس، بعضی وقت به ضرر اقتصادی، بعضی وقت بالاخره به گرفتن مال و اموال و اولاد و اینها. و اینجا انسان مؤمن و مسلمان باید که ادامه آیه میفرمایه که وبشر الصابرین، مجده بده برای صابرین که ان الله مع الصابرین، الله سبحانه وتعالی همراه صابرین هست. اما میخوام که شما فرمودیم که ملت افغانستان چه کار کرده. اولا که یک ابتلا و آزمایش هست، الله سبحانه وتعالی ما را از ابتلا و آزمایش موفق بیرون بگردانه، ما را جز صابرین داشته باشه. بعد از این که ما نباید به این اکتفا کنیم که تنها ابتلا و آزمایش هست و ما هم با این غم و با این درد و با اینها بسوزیم، اما باید ریشیابی کرد. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 112 الله سبحانه وتعالی بیان میکنه جریان قوم و قریه‌ای که خداوند برای از اونها نعمت و آسایش و رفا و اینها را داد و آنها در مقابل نعمتهای پروردگار عالم چی عکس العمل نشان دادن. قبل از این که من این آیه را اشاره کنم، میخوام به این نکته بگم که ما بعد از این که ملت افغانستان سالها به خاطر دین و به خاطر اسلام و قرآن با کفار خصوصا با روسیه جنگید، وقتی که پیروزی، فتح و ظفر و پیروزی نصیب ملت افغانستان شد، الله سبحانه و تعالی نعمت آزادی وطن، نعمت رفاه و آسایش، نعمت پیروزی، نعمت شکست کفر، الله سبحانه و تعالی اینها را عطا کرد. ملت افغانستان در بدایت پیروزی امنیت داشتن، آسایش داشتن، آرامش داشتن، عزتی که از دست اینا رفته بود پس به دست آوردن. اما متاسفانه که کفران نعمت صورت گرفت. کفران نعمت یعنی به طور خلاصه عده قدرت طلبی کردن، جاه طلبی کردن، عده بالاخره به طرف عیاشی و این و اون قدم گذاشتن. و الله سبحانه وتعالی به صراحت کامل میگه لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر نعمت کردیم من بیشتر برای شما میدم. اگر شما شکر نعمت امنیت کردیم امنیت بیشتر میآید. شکر اقتصاد کردیم اقتصاد بهتر میشه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شما کفران نعمت کردیم عذاب سختی دامنگیر شما میشه. عذاب واقعا شدیدی که الله میگه او شدید چگونه شدیدی خواهد بود. الله سبحانه وتعالی در سوره نحل آیه 112 اشاره میکنه و ضرب الله مثلا قريه، الله سبحانه وتعالی مثال هایی که در قرآن بیان میکنه به خاطر فهم ما انسان ها، به خاطر فهم مؤمنین مسلمین که متوجه باشن که الله سبحانه و تعالی به پی نابودی بنده خود نیست. الله سبحانه و تعالی به نسبت به بندگان خود ظلم نمیکنه، ستم نمیکنه. الله سبحانه و تعالی بندگان خود را دوست داره که بندگانش در آسایش باشن، آرامش باشن. برای ما تعلیم میده که ای بندگان من، شما از ما طلب کنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، شما خوبی های دنیا را از ما طلب کنیم، خوبی های اخرت را طلب بکنیم. اما اینکه خود شما انسان ها به بیراه میریم، الله اشاره میکنه در این آیه مبارکه و ضرب الله مثلا قريه، الله مثال یک قریه بیان میکنه که کانت آمنتا مطمئنتا یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. الله سبحانه وتعالی در یک شهری، در یک قریه، در یک وطنی چکار کرد؟ در اینجا اطمینان را آورد، امنیت را آورد، از هر طرف دروازه های رزق و روزی را باز کرد، امنیت آماد، آسایش آماد، رفا آماد، آسودگی آماد، همه آماد. حالا به عوضی که این اهل قریه، به عوضی که این ملت شکر پروردگار داشته باشه، نگه که این پیروزی به بازوی من شده،
این فتح به لشکرکشی من شده، من و ما را این ملت باید کنار بگذاره و این را متوجه بشه که فضل الله هست. اما عکس اهل قریه چکار کردن؟ فکفرت به انعام الله، اینها کفر ورزیدن به نعمتهای پروردگار. الله بر اینا امنیت داد که در سایه امنیت شما ببینید الله سبحانه وتعالی وقتی منت میگذاره بر قریش، لإلاف قریش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله میگه الله برای شما ای اهل قریش سفرهای زمستانی و تابستانی میسر کرد که دیگه شهرها نداشتن. شما وقتی از نعمت اقتصاد برخوردار شدید حالا چه کار کنید؟ عیاشی کنید؟ فليعبدوا رب هذا البيت، عبادت صاحب این خانه را داشته باشید. فليعبدوا رب هذا البيت، چگونه ذاته؟ الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، او ذات را پرستش کنید که شما را در امنیت قرار داد، مشکلات ناامنی حل شد، امنیت آمد، مشکلات اقتصادی حل شد، فقر رفت، بالاخره آسایش و آرامش و اینها و اقتصاد خوب نصیب شما شد. در این آیه مبارکه هم الله سبحانه وتعالی میگه فکفرت بی انعم الله، این قوم کفران نعمت کردن، به جایی که امنیت آمد از امنیت سوء استفاده کردن، رفتن دنبال عیاشی، رفتن دنبال قدرت طلبی، رفتن دنبال بالاخره شهوترانی، رفتن بالاخره به دنبال قوم و قومگرایی، رفتن به دنبال کشمکش هایی که بالاخره نعمت پروردگار را فراموش کردن. الله دو لباس را به تن اهل این قریه کرد، در این آیه اشاره میکنه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله سبحانه وتعالی میگه اینها دیگه این لباس را باید به تن کنن. کدام لباس؟ لباس گرسنگی، فقر بیای دامنگیر این ملت بشه، بیچارگی دامنگیر این ملت بشه، ذلت و خاری دامنگیر این ملت، و خوف یعنی ناامنی. ادامه آیه به صراحت بیان میکنه چرا این اهل قریه فقیر شدن، چرا بالاخره ناامن شد، به چی سبب؟ بما کانو یصنعون، به سبب این که او فعلی که خود انجام دادن، او کاری که خود انجام دادن، کفران نعمت کردن، قدر امنیت را ندانستن، قدر اقتصاد را ندانستن، قدر وطن را ندانستن، قدر اسلام و قرآن را ندانستن، رفتن بالاخره به دنبال حرفهای این و اون و بالاخره به طلب قدرت و به طلب چوکی و به طلب این و اون. الله سبحانه و تعالی این مشکلات را دامنگیر این اهل قریه کرد. ملت افغانستان هم پیروزی نصیبشان شد، فتح و ظفر آمد، دشمن شکست خورد. قوای سرخ روسیه، روسیه وقت وارد افغانستان شده بود از عقل بشر به دور بود که این سپاه و این لشکر و این ابرقدرت وقت ای شکست بخوره. اما ملت مظلوم بیچاره پابرهنه گرسنه به کمک و امداد الله سبحانه و تعالی با او قیام و جوش و خروشی که فقط سرچشمه از اخلاص و دین و قرآن می گرفت، ملت به پا خواست و بالاخره فتح و ظفر را از آن خود کرد. اما این که بعدها ما قدر نعمت را نشناختیم، الله را فراموش کردیم، سنت رسول الله را فراموش کردیم، نصرت الهی که همراه ما بود فراموش کردیم، فکر کردیم که ای به زور ما، به بازوی ما، به قوت ما آمده. الله سبحانه و تعالی لباس فقر و لباس بیچارگی و بالاخره لباس ناامنیر به تن ملت کرد که از الله سبحانه و تعالی میخواییم که الله سبحانه و تعالی این مشکلات را برطرف بسازه. آمین. ای آیت را که شما تلاوت کردین، آیه سوره نحل گفتین، فکر میکنم اگر اوضای کنونی افغانستان را با همین آیت بررسی بکنیم، حالات فعلی افغانستان را در روشنی همین آیت اگر مطالعه بکنیم، این گونه انسان فکر میکنه که همین آیت امشب در مورد ملت افغانستان نازل شده. خداوند خودش خیر نصیب ما بکنه. خب جناب مولانا، ما ناشکری کردیم، کفران نعمت کردیم، به جایی که شکرگزاری الله را می کردیم و پیروزی و فتح عظیمی را که در مقابل ابرقدرت آن زمان الله متعال نصیب ما گردانیده بود، ما همه دست به دست هم داده دین و شریعت الله را در زمین الله پیاده می کردیم و کار خود ما نکردیم. ما در مشکلات گوناگون گرفتار شدیم، دنبال این و آن رفتیم، فریب کشورهای بیرونی را خوردیم، به سر و کله هم دیگر زدیم، تنها به خاطر چاکی و قدرت و منصب یا هم به خاطر
تعصبات قومی و لسانی که در میان ما از سوی دشمنان ما البته رشد داده شد، حالا در این مشکلات قرار گرفتیم. یعنی پس به همین مشکلات روز ما تیر میشه، زندگی ما تیر میشه، دو نسل ما خب با همین مشکلات سپری کردن و رفتن، نسل های بعدی ما هم باید با همین مشکلات دست دامنگیر باشن، یا راه حل هست؟ چی باید بکنیم؟ شما ببینید وقتی ما ملت افغانستان، ملت مؤمن، مسلمان، مجاهد، خب طبعا ابتلا و آزمایش چنین شده، یگانه رای حل ازی اینه که ما باید به الله سبحانه و تعالی رجوع کنیم. یعنی الله سبحانه و تعالی دروازه توبه را باز گذاشته. کفران نعمت کردیم، توبه کنیم. قدر نعمت را نشناختیم، توبه کنیم. ظلم کردیم، توبه کنیم. بی عدالتی کردیم، توبه کنیم. توبه ما توبه نباشه که میگه سبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. توبه چنین نباشه که مثل بعضی انسان ها که یک جرم یا ببینه یا انجام بده دست خود را به دیوار میکشه، باز به گردن خود میکشه، توبه توبه توبه. چنین توبه ارزش و اثر نداره. توبه ملت افغانستان، همه ما اگر میخواهیم که مشکلات افغانستان برطرف بشه و ما یک کشور آزاد، یک کشور که به سرپای خود استاده بشیم، باید همه به سوی خدا رجوع کنیم، همه توبه کنیم. الله سبحانه و تعالی ارتباط به توبه آیات زیادی داریم، اشاره میکنه در سوره مائده در آیه 39 الله سبحانه و تعالی فمن تاب من بعد ظلمه، کسی که توبه میکنه، اراده توبه، قصد توبه داره، من بعد ظلمه، بعد از اینکه ظلم کرده، حالا یا برای خود ظلم کرده یا برای دیگران ظلم کرده، این نکته مهمه. اراده توبه کرد، قصد توبه کرد، نیت توبه کرد، از او اعمال زشتی که در گذشته انجام داده، فمن تاب من بعد ظلمه. نکته بعدی قرآن و اصلح، این مهمه. توبه تنها کفایت نمی کنه که یک شخص دیروز 100 جنایت را کرده، امروز کنج خانه خوب بشینه، 100 نفر را کشته، خانه 100 نفر را خراب کرده، صدها نفر را به آواره و به پریشانی و به اینها انداخته، حالا دیگه جانماز را بندازه به کنج خانه خو، سرمایه هم که از مال ملت جمع کرده اونا را هم خرچ کرده بره و مصرف کرده بره، کنج خانه خو جانماز بندازه که یا الله من توبه میکنم. نه خیر، الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح. معنای اصلح چیه؟ اینه که اعمال خود را اصلاح میکنه و جبران در گذشته، ظلم و ستمی که انجام داده اینا رو جبران میکنه، به ملتی که تا دیروز خیانت کرده امروز باید خدمت بکنه، ملتی که تا دیروز برای اونها به خدعه و نیرنگ پیش میرفته امروز باید یک امین و یک صادق باید به مقابل و جلو ملت استاده بشه، تا دیروز اگر مال بیت المال حیف و میل کرده امروز بیای از ملت معذرت خواهی بکنه. معذرت خواهی های امروزی هم چنین نمیشه که یک نفر میای پشت صفحه تلویزیون ما از شما ملت افغانستان معذرت خواهی میکنم. اگر قاتل باشه باید به جزای اعمال خود برسه، باید وارث مقتول را طلب بکنه که تو مرا بخشیدی. بعضی فکر میکنم میای صفحه تلویزیون ما از ملت افغانستان معذرت میخوام که من اگر راکتار بند کردم، به فلان کلمه خانه زدم، صدها نفر را آواره کردم و بالاخره پریشان کردم، مالای مردم را به چور و بالاخره به اینها، و تا دیروز صدها مجاهد و عالم و ملا و اینها رو به شهادت رسندم، من از ملت افغانستان بالاخره معذرت میخوام. چنین نمیشه. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه من بعد ظلمه و اصلح، راه اصلاح در پیش بگیره و بعد جبران بکنه. جبران، اگر ملت افغانستان آماده شد که ما تو پدر مر کشتی، برادر مر کشتی و به برادر مر شهید کردی، دیروز پدر مر زنده به گور کردی، ما تو نمی بخشم، باید اعدام بشی. اگر او واقعا ترس از خدا داره، واقعا خود را به قانون قرآن و اسلام و یا ملت سپرده، باید بپذیره. ملت وقتی میگه تو اعدام شو، باید اعدام بشی. ملت میگه اکام شو، باید اکام بشی. ملت اگر تو را بخشید، آزاد هستی. پس اینه که الله اشاره میکنه فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح،
حالا وقتی که اعمال خود اصلاح کرد و گذشته را جبران کرد، فان الله یتوب علی، الله دروازه توبه را باز گذاشته، توبه را میپذیره. الله سبحانه و تعالی غفور هست، آمرزنده هست، رحیم هست، مهربان هست. وقتی ما میگیم ملت توبه کنه تا از این مشکلات نجات پیدا کنه، توبه چیه؟ توبه ترس از الله سبحانه و تعالیه. وقتی تقوا نصیب ملت افغانستان شد، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وقتی من آیات قرآن را اشاره میکنم، خب من به یک کشور کفری مخاطب ندارم. این حرف ها برای ملت مجاهد و مسلمان و مؤمن افغانستان هست که به مقابل انگلیس جنگید به خاطر چی؟ به خاطر دین و اسلام. به مقابل روسیه، روسیه استاد شد به خاطر دین و قرآن. و امروزه رنج که از این وضعیت فعلی میبره به خاطر چی؟ پس در اینه که الله سبحانه وتعالی شان و من یتق الله یجعل له مخرجا. وقتی ترس الله در دل پیدا شد، اینجا الله سبحانه وتعالی دروازه ها را چی؟ باز میکنه. دروازه هایی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جای سرمایه میایه، از جای اقتصاد میایه که اصلا خود شخص نمیفهمه که از کجا آمد. آیه دیگه الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. تقوا، خدا ترسی، خشیت الهی در دل داشتن راه را باز میکنه، راهای سخت و بالاخره صعب العبور هموار میکنه. چرا روسیه روسیه شکست خورد؟ چون در آن زمان ملت از خدا میترسید، خشیت الهی را در دل داشت. پیرزن هم در گوشه خانه میگفت یا الله دین اسلام را پیروز کن، یا الله مجاهد را پیروز کن. موسفید هم دعا میکرد، جوان هم دعا میکرد، زن و مرد دعا میکرد، همه اینها رجوع به سوی خدا بود. الله همه مشکلات، وقتی ما نگاه میکنیم در مقابل او تانک های عجیب و غریب بالاخره قلدران او وقت و زمان، اما یک مرد، یک زن با یک چوب، با یک چماق، با یک بیل، با یک کلنگ استاده میشه. ای چی بود؟ یک دست غیب بود که بر سر این ملت قرار داشت. الله سبحانه وتعالی فتح و ظفر را نصیب کرد. امروزه هم توبه حقیقی، توبه حقیقی چیه؟ خدا ترسی. و همچنین وقتی ما میگیم توبه، توبه به چی میشه؟ به کثرت استغفار، به کثرت استغفار. الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه. کسی که عمل بد را انجام داده، شما قبلا اشاره کردیم، خب حال ملت بدبختی کرد، شکر نکرد، قدر امنیت را ندانست، به این مشکلات گرفتار شد، ظلم کرد، ستم کرد. الله سبحانه و تعالی رؤوف رحیم، دروازه های توبه را باز گذاشته. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی که کار بد را انجام داد یا ظلم کرد بر نفس خود، ثم یستغفر الله، بعد از این متوجه شد که من اشتباه کردم، قدرت طلبی کردم، جاه طلبی کردم، بالاخره انسان ها را بیگناه کشتم، مال بیت المال را حیف و میل کردم، حالا استغفار بجویی. استغفار هم از پروردگار عالم طلب عفو، حق الناصر که پامال کردی باید که از طرف مقابل طلب عفو داشته باشی. چون یک استغفار هست که از حق الله هست، یا الله من نماز نخوندم مرا ببخش. اما مسئله بیت المال تعلق میگیره و کل ملت افغانستان. اینجا الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه که وقت استغفار کردی یجد الله غفور الرحیم، میابی الله سبحانه و تعالی را غفور و رحیم، به شرطی که توبه حقیقی باشه، فریب نباشه، مردم بالاخره فریبی نباشه، مردم بازی دادن نباشه، توبه باشه خالصانه و مخلصانه. وقتی ما نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی در سوره نوح اشاره میکنه ارتباط به کسانی که استغفار میکنن و اثرات استغفار، میفرماید فقل تستغفرو. سوره نوح است، حضرت نوح به قوم خود میگه استغفرو، شما استغفار کنید، یعنی از الله سبحانه وتعالی طلب مغفرت کنید. رای حل اینه که به خدا رجوع کنید. فقل تستغفرو ربکم انه کان غفارا. الله غفار هست، آمرزنده هست. غفار صیغه مبالغه هست. هر کاری که کردی از بندگان خدا، اگر حق نار زایی کردی، تلف کردی، معذرت بخوا،
و از الله سبحانه و تعالی طلب عفو بخوا. الله چکار میکنه؟ ذاتی که غفار هست، وقتی به سوی خدا رجوع کردی، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران میایه پی در پی، و یمددکم به اموال و بنین، اینجا برای تو بالاخره کمک و مدد میفرسته برای شما، به مالهای شما، به اولادهای شما، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، الله سبحانه و تعالی برای شما سرسبزی را به وجود میاره، یعنی خیر و برکت را به وجود میاره به کشت و زراعت شما، و او چشمه‌های آبی که از اثر گناه و معصیت خشکیده، الله سبحانه و تعالی میفرمایه و یجعل لکم انهارا، پس او چشمه‌ها به وجود میآید، پس او رحمت بالاخره جوهایی که خشکیده پس به آب روان روان میشه، دریاهایی که آبش کم شده آبش اضاف میشه، چشمه هایی که کم شده همه اونها آب میکنه. ادامه آیه خیلی زیبا اشاره میکنه، خیلی انسان ها تکان میده، ما لکم لا ترجون لله وقارا، چی شده؟ چی شده که از این ذاتی که با این عظمت و بزرگی هست شما روگردان شدید؟ امنیت را الله برای شما داده، نان و اقتصاد را بالاخره الله برای شما داده، نعمتای مادی و معنوی را الله برای شما داده، ما لکم لا ترجون لله وقارا، عظمت خدا را فراموش کردید؟ بزرگی خدا را فراموش کردید؟ رحمت و شفقت و مهربانی الله را فراموش کردید؟ اگر اینها را فراموش کردید، ادامه آیه می فرماید وقد خلقکم اطوارا، این را بدانید که الله شما را از چی خلق کرده. یک لحظه نگاه کنید به اون مرحله اول از نطفه و بالاخره تا علقه و تا مضغه و بالاخره اینها، پس به اینه که الله سبحانه و تعالی در این آیات ما را متوجه می سازه. وقتی ما به ملت افغانستان این آیات را می خوانیم، چون ملت افغانستان ایمان داره به این کتاب، این آیات ایمانش هست، عقیدهش هست، باورش هست، به خاطر این کلام پروردگار جان داده. در سوره تکویر الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه نسبت به آنهایی که در قسمت آیات پروردگار سهلنگاری کردن یا بیتوجهی کردن، میفرمای و ما هو بقول شیطان الرجیم، این آیات قول شیطان نیست، شیطان رانده شده. ادامه آیه میفرمای نکته بسیار چیز، فأین تذهبون، ببینید قرآن با چی اسلوبی با ما حرف میزنه، فأین تذهبون، پس کجا میروید؟ غیر از راه خدا دیگر راه دارید؟ غیر از این که الله شما را نجات بده دیگر راه نجاتی هست؟ غیر از این که الله باران را میفرسته، آیا باران به دستور دیگه کس میآید؟ حیات شما به دستور کیست؟ ممات شما به دستور کیست؟ نعمت هایی که الله به شما داده، عزتی که به شما داده، عظمتی که الله به شما داده، شأن و شوکتی که الله به شما داده، اینها از جانب کیست؟ از جانب الله اشاره میکنه. فأین تذهبون، پس کجا میروید؟ تا کی قدرت طلبی؟ تا کی جاه طلبی؟ تا کی حرص به دنیا؟ تا کی تحت نام ستاره افغان مردم را به بی‌حیایی و بی‌عزتی کشاندن؟ فأین تذهبون، کجا میروید؟ این راه رایی که شما را میبرند به نام هنر و به نام ستاره افغان، متوجه باشید که این راه راهی نیست که شما را بالاخره میکشانند. قرآن به فصاحت و واضح برای ما اشاره میکنه فأین تذهبون، کجا میروید؟ تا کی غلام حلقه به گوش ماندن؟ تا کی به دستور بیگانگان وطن را تخریب کردن؟ تا کی فرمان الله را شکستن؟ تا کی؟ تا چی وقت؟ تا چی وقت دستور از یهود و نصارا گرفتن؟ تا کی بالاخره همه دستورات الله را به خاطر خوشحالی و خوشنودی کفار ترک کردن و متروک کردن؟ تا کی حیف و میل کردن مال بیت المال؟ ده ها تا کی دیگر؟ فأین تذهبون، کجا می روید؟ پس به اینه که ملت افغانستان همین آیه مبارکر سرلوحه و سرمشق زندگی خود قرار بدن، به یاد داشته باشن که قرآن میگه فأین تذهبون، کجا می روید؟ و آیه دیگه که الله اشاره میکنه ما لکم لا ترجون لله وقارا، آیا عظمت خدا را فراموش کردید؟ و همچنین آیه دیگری که در بدایت اشاره شد که
تلاوت شد که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه اهل قریه ای که کفران نعمت کردن که الله میگه اینها به سبب اعمالی که انجام دادن لباس فقر و لباس ناامنی و خوف به اینها پوشانده شد. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. شما از جهاد ملت افغانستان علیه قشون سرخ شوروی چند بار یاد کردید و صحبت کردید. البته در خلال این هفته یک کلیپ از سخنرانی های یک تن از کمونیست های سابق افغانستان در رسانه ها و خصوصا در صفحات مجازی فیسبوک خیلی زیاد رد و بدل شده، که وقتی که از او در مورد قیام 3 هوت و 24 هوت فکر میکنم پرسیده میشه که تعدادی از هموطنان عزیز ما در آن روزها به شهادت رسیدن توسط کمونیست ها، میبینیم که او چی میگوید. اجازه است جاوید جان کلیپ را به نشر بسپارین. بیننده های عزیز میشنویم حرفای این را از زبان خودش و برمیگردیم. با ما باشید. ما به عنوان یک کس که حداقل صاحب یک شعور سیاسی استم، صاحب ایدیال استم، در نزد کمره تان و بر تمام مردم افغانستان به صراحت اعلان میکنم که ما مرید حزب دموکراتیک خلق افغانستان هستم و حلقه غلامی مو خلقی ها و پرچمی ها به گردنم است. به افتخار میگم، به صراحت میگم، مثل که حلقه غلامی آیسای به گردن از یاست، از سیا به گردن از یاست، از 40 کشور امپریالیستی به گردن از یاست. ما به صراحت باید بگم فرق بین ما شما اینمی است: 3 هوت یاد کردن 12,000 نفر. بازم به بارها گفتم، یک بار دیگر به صراحت میگم، تو آمده بودی گلبدین حکمتیار در 3 هوت علیه حاکمیت استاد شدی، حاکمیت مردانه چون دشمنش بودی، از اول به خون تو تشنه بود، قلا قمت کرد و به افتخار 3 هوت بارها گفتم، در هر 3 هوت هم حاضر هستم، در برنامه هستم. شما با ما استاد سیاک کرده بودین، میخواستین که خلال ایجاد کنین، مردانه کشتم، خوب کردیم کشتم. 12,000 نفر جاسوس آیسایا، جاسوس سیایی را، جاسوس موساد اسرائیل، جاسوس MI6، جاسوس ده ها سازمان استخباراتی منطقه را و از کشورهای امپریالیستی را که علیه منافع ملی افغانستان استاد شده بود و جایشان پلیگون بود، با صراحت باید بگم پلیگون بود. و او با افتخار میگم او قتلای عادی نیست، ما دشمن افغانستان را کشتیم، ما دشمن وطن را کشتیم، دشمن مردم خود را کشتیم، با افتخار کشتیم و این جز از افتخارات تاریخی. بله بیننده های عزیز، حرف های این مرد را شنیدید که میگفت که من با افتخار میگم که غلام حلقه به گوش حزب خلق دموکراتیک افغانستان هستم، و همچنان افتخار میکنیم که ما در 3 هوت 12,000 مجاهد، نه تنها مجاهد، ملت، رعیت عام، مردم افغانستان را به شهادت رسانیدیم. در 24 هوت هم همچنان با افتخار از ملت شریف و مسلمان هرات قربانی گرفتیم و به این کارهای خود افتخارم میکنم. جناب مولانا، آیا واقعا قابل افتخار بود؟ شما ببینیم، ما قبلا اشاره کردیم ارتباط به چرا از هر طرف افغانستان درد میبینه، رنج میبینه. یک شخصی که اصلا ارزش نداره که حتی ما نامی رو بگیریم، او میایه به 12,000 انسان که به 3 هوت و به 25,000 انسانی که 24 هوت هرات و یا 3 هوت کابل و اماکن دیگری که در افغانستان، او میایه توهین میکنه، تحقیر میکنه و به افتخار کامل هم از همان حزبی که حزب منفور میاید دفاع میکنه. واقعا ما تعجب میکنم به ملت مسلمان افغانستان که چرا بالاخره حتی کسانی که همراه از این نشسته هستن چرا اینقدر وقت میدن، فرصت میدن، اجازه میدن بالاخره که بیای حرف خود را تمام بکنه، حرف خود را چرا تمام بکنه؟ اگر ملت افغانستان امروز آواره هست، ملت افغانستان امروز اگر زجر و بدبختی میکشه، اگر ملت افغانستان میلیون ها مهاجر و شهید و معلول در افغانستان به جا گذاشته،
اگر وقتی ما نگاه کنیم یک چند قدم عقب در تاریخ بنگریم، روز سیاه افغانستان از کجا آغاز شد؟ یعنی هفت ثور 1357، روزی که این کودتای رژیم خلق علیه حکومت جمهوری داوودخان، وقتی که اینها قیام کردن، همان روز یعنی هفت ثور، روز سیاه، روز بدبختی، روز تمام مشکلاتی که امروز ما در افغانستان میبینیم، از همان روز آغاز شد. امروز این افتخار میکنه که ملت افغانستان را کشته، اما هیچ صدایی نیست کسانی که دم از حقوق بشر میزنن، کسانی که دم از حقوق انسانیت میزنن، کسانی که بالاخره امروز میخوان که افرادی که اونها قاتلین این ملت هستن، اونها را به چنگال قانون بسپارن. با کمال نمیگم این جرأت نیست، این جرأت نیست، این با کمال بیادبی و بیشرمی و بیحیائی میایه به ملت افغانستان، به ملتی که به خاطر دین خود و به خاطر اسلام و به خاطر قرآن و به خاطر احیای سنت نبوی صلی الله علیه و سلم و به خاطر آزادی وطن خود قیام میکنه و جانهای شیرین خود را بر طبق اخلاص میگذاره. ایمیایه به فامیل های شهدا، به فامیل های مجاهدین و به ملت شرافتمند افغانستان به صراحت کامل توهین میکنه. مهیران میمانم که مجاهدین کجا هستند؟ مجاهدینی که در داخل کابل هستند، مجاهدینی که داخل نظام هستند، مجاهدینی که داخل ارتش و اردو و پلیس هستند، که این چنین افراد لحظه فرصت میدن که اینها افتخار میکنن که ما افتخار میکنیم که 12,000 نفر اونها کشتیم و بالاخر از بین بردیم. من میخوام این نکته اشاره کنم، وقتی میگم روز سیاه و یا روز که تمام مشکلات افغانستان رو اینها به بار آوردن، که هفت ثور آغازش بود و بالاخر امروز هم اینها آهسته آهسته پس بعضی کرسی ها و چوکی ها و اینها را به دست گرفتن، جنایات خلق و پرچم و کمونیست در تاریخ هیچ وقت فراموش نمیکنه، هیچ وقت فراموش نمیکنه. گورهای دست جمعی که از هرات گرفته تا بدخشان گرفته تا ولایات مختلف، این گورهای دست جمعی در چه زمانی صورت گرفت که انسانها زنده زنده به گور میشدن؟ و امروزه مسئله نیست که ما از حرمین الشمس هست. نکته دوم، توهین به اسلام و به قرآن در زمان رژیم خلق و پرچم، بسته شدن و یا مسدود کردن مساجد و مدارس و بالاخره منع علوم اسلامی و علوم دینی، شهید ساختن صدها و هزاران علما و متفکرین و محققین که در داخل کشور زندگی میکردن، که هر کدام یا تا به امروز زندهشان معلوم نیست، مردهشان معلوم نیست، جسدشان معلوم نیست، قبرشان معلوم نیست. صدها و دهها ما شخصیت های برجسته داخل کشور که هیچ آثار اونها از لحاظ جسمی ما نداریم، اینها در زمان کی شده؟ جنایات خلق و پرچمر تاریخ فراموش کرده نمیتانه. مسئله باز هم که اشاره میکنم، توهین و تحقیر و اینها، این قضیه نیست. حتی در داخل هرات ما که یکی از شخصیت ها و از بسیار شخصیت های فرهنگی که از شعرا و عرفا و بالاخره ادیبان هرات، الله سبحانه و تعالی جنتار جای او و سایر شهدا بگردانه، اشخاصی که از کنار او که وقتی که در رژیم خلق و پرچم ای گرفتار شده بود و در داخل زندان ای سوره فتح را میخوانده، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ای را تلاوت میکرده، همین رژیم کثیف خلق و پرچم بر بالای سینه او بلند میشدن و میگفتن این سوره فتحی که میخوانی، او خدایی که این سوره را نازل کرده بیاید تو را چنگ ما خلاص بکنه. امروز برای یک مشت کثیف کی جرأت داده که امروز بیایه ایر ضعف ما، این
حب چوکی و قدرتی که مجاهدینی که در داخل نظام هستند که اونها را کور و کر ساخته این افراد را جرأت داده. پس به اینه ما میگیم چرا در افغانستان عذاب از آسمان هم میباره، از زمین هم میباره و بالاخره از هر طرف ملت افغانستان دچار عذاب شده. به اینه که شما ببینیم قرآن به صراحت کامل اشاره میکنه که لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. شما حق نداریم صدا خور بلند کنیم و صدا خور بالاخره فریاد بزنیم، اما وقتی بر شما ظلم شد صدا خور بلند کنیم، فریاد خور بلند کنیم. شما امروز ببینیم که ملت افغانستانی که اگر آواره شد، اگر بیچاره شد، اگر در به در و خاک به سر شد، از دست همین رژیم بود. همین هایی که امروز میگه ما افتخار میکنیم که غلام حلقه به گوشه، ما هم دعا میکنیم که الله اول توبه نصیب این شخص بگردانه که هنوز در قید حیات هست و سایر کسانی که با این فکر و عقیده هستن، دعا میکنیم که الله اینا را هدایت کنه، پیرو قرآن و سنت رسول الله بگردانه. اگر قابل هدایت نیستن الله اینها را با همو خلق و پرچم و کمونیست ها و بالاخره سلسله ای که با شوروی و با روسیه ارتباط میگیره، الله اینها را با اونها حشر کنه و ملت افغانستان را از چنگ چنین افراد خونخوار و ظالم و افرادی که تا دیروز به جسم و جان ملت افغانستان رحم نکرد، امروز هم میایه به آبروی این ملت و بالاخره به فامیل های شهدای این ملت، به وارثین شهدا میایه تاخت و تاز میکنه و عمل زشت و ناروای خود را هم توجیه میکنه و به او افتخار هم میکنه. تشکر. سلامت باشید. شما از مجاهد نماهای داخل نظام گلایه کردید که آنها چرا در مقابل این حرف ها ساکت هستند. من خوب بیاد دارم که به خاطر پایان کردن تصویر بعضی از رهبران جهادی سابق در بعضی ولایت افغانستان در میان ملت درگیری های صورت گرفت، صرف علت همین بوده که تصویر فلان شخص پایین شده و از فلان بلند شده، از فلان پاره شده. ما کشته ها داشتیم، از ملت قربانی گرفتن، تصاویری آنها یعنی حالا بالای حداقل 12,000 و 25,000 هرات را اگر بگیریم بالای این شهدا و فامیل‌هایشان اینقدر توهین و گستاخی، علاوه از اینها بر کل ملت مسلمان افغانستان این توهین و گستاخی صورت میگیره، باید ساکت باشن. واقعا قبلا اشاره کردم ملت افغانستان باید رجوع به سوی خدا کنن و از اعمالی که به خاطر قوم و قومگرایی تا به حال انجام دادن، اگه میخوان ملت افغانستان آباد بشه باید به سوی خدا رجوع کنن و توبه کنن و از به خاطر پایین شدن و بالا شدن یک عکس آماده ان جان بدن. بله. اما یک فردی که میآید توهین به 12,000 فامیل شهید یا بالاخره به 25,000 فامیل شهید و بیشتر و حتی توهین به کل ملت افغانستان، بله، ملت مجاهد توهین میکنه، اما 10 نفر به یک جای جمع نمیشه و صدای خود را بلند نمیکنن. واقعا از این سکوت توبه باید کرد. تشکر. شما از جنایات کمونیست ها گفتید و از هفته ثور گفتید که تمام مشکلات افغانستان اصلا در آن روز بنیانگذاری شد، یعنی تأسیس این همه مشکلات، آغاز این همه مشکلات از هفته ثور است که خلقی ها و پرچمی ها علیه حکومت داوود خان قیام کردند و آن قیام ننگین تا امروز این همه مشکلات را بر ملت ما به بار آورده. میشه برای ما بگوین که این مجاهدین وقتی که روسیه را شکست دادن، روسیه را شکست دادن و پیروزی نصیب مجاهدین شد، بعد از این پیروزی مجاهدین هم فکر نمی کنم که برای ملت افغانستان دسته های گلی آورده باشند. آنها هم برای ملت افغانستان جز غم و اندوه و زجر چیزی نیاوردن تا امروز. اگرچه جناب استاد بزرگوار، من با این سوال شما کاملا مخالف هستم که مجاهدین جز زجر و جز اینها چیزی نیاوردن، به خاطر اینکه مجاهدین الحمدلله دستاوردها داشتن و دارن. ملت افغانستان با سربلندی جهاد کرد و با سربلندی زندگی میکنه الان و با عزت و با آبرو هم هست. چگونه جهاد ملت افغانستان بر علاوه که خود ملت افغانستان با آزادی و سرفرازی و سربلندی رساند، حتی کشورهای همسایه هم از زیر یوغ
او استعمار یا ابر قدرت وقت نجات پیدا کرد. و به هر حال من فقط یک نمونه مختصر و خلاصه اشاره میکنم که اثرات جهاد افغانستان، اثرات مجاهدین و جهاد افغانستان. امروز شما یک قیاس مثلا بین افغانستان مثلا یا بین تاجیکستان داشته باشیم، دو کشور همسایه، دو کشور افغانستان و تاجیکستان. در تاجیکستان حجاب الان ممنوع است، در تاجیکستان زیر سن 18 سال وارد مسجد شده نمیتونه، در تاجیکستان بچه خورد درس و تعلیم دینی داده نمیشه، در تاجیکستان حفظ قرآن برای اطفال و اینها ممنوع هست، در تاجیکستان ده ها و صد ها مشکلات دیگه که امروز میبینیم که مسلمان ها به چی سختی به اونجی گذاره میکنن. اما از برکت جهاد افغانستان، در افغانستان الحمدلله زنان افغانستان با حجاب اسلامی، یکی دو شهر یا کابل یا هرات میبینیم یک گوشه و کنار بی حجابی تا اندازه کل ملت افغانستان رو ما نمیتونیم با یک دو مکان. و از این هم قضیه مدارسی که در افغانستان میبینیم، حوزه‌های علمی که در افغانستان میبینیم، علوم دینی که در افغانستان خوانده میشه، تدریس میشه، در دروس تفسیر و حدیثی که در افغانستان میبینیم، حتی علمایی که در داخل پوانتون مصروف دعوت و تبلیغ و ارشاد هستند، مصروف تدریس هستند، داعیا و دعوتگران که در ولایات مختلف از مرکز گرفته و بالاخره ما میبینیم که هر روز تفسیر قرآن، احادیث رسول صلی الله علیه و سلم، خواهران میبینیم که داعیه و دعوتگر هستند. و از داخل افغانستان گذشته حتی جناب استاد بزرگوار، ما زنان مسلمان و ملت غیور افغانستان که در خارج از افغانستان داریم، نمونی هم دو سه هفته گذشته یک خواهر از آلمان تماس گرفت و گفت من یک زن مسلمان هستم، محجبه هستم، یک داعی و دعوتگر هستم. دیدیم که تمام فسق و فجوری که در داخل افغانستان به دست انسانهای خودفروخته و بیدین ترویج میشه اونا را محکوم کرد. یعنی خواهر مسلمان، خواهر افغان اگر در اروپا با حجاب از برکت جهاد، اگر در فرانسه با حجاب از برکت جهاد، در امریکا با حجاب از برکت جهاد، همه اینها. اما میخوام این نکته را هم باید اشاره کنم، وقتی که شما میگیم مجاهدین، ما که بعد از این که مجاهدین گفتیم به قدرت رسیدن، آنها هم شاید حرکات را انجام دادن. اولا اشخاصی که بعد از این که مجاهدین پیروز شدن، عده از رهبران جهادی ندانسته فریب دشمنان را خوردن، چون در جنگ های داخلی دست دشمنان دخیل بود، دست کشورهای همسایه دخیل بود. و اینجا ما نمیگیم که فلان رهبر و فلان رهبر اینا معصوم هستن، فلان ملامت هست یا فلان ملامت هست، هدف نیست به. معصوم فریب خوردن، فریب دنیا را خوردن، فریب چوکی را خوردن، فریب قدرت را خوردن و بالاخره در این راستا عده فریب خوردن، عده هم فریب نخوردن، از نام جهاد و مجاهد استفاده کردن، هدفشان قدرت بود، هدفشان رسیدن به چوکی بود، هدف اینا این نبود که ملت چکار میشه. تا روزی که تانستن ادهی از نام جهاد، از نام مجاهد استفاده کردن و بر ملت تاخت و تاس کردن و ما برای ما فلان یا فلان مهم نیست. این وقتی که حرف است وقتی که ما قرآن رو میگیم که بیایم در افغانستان صلح بیاریم، هر کس که خیانت کرده خائن هست، هر کس که جنایت کرده جنایتکار هست، چی کمونیست بوده، چی خلق بوده، چی پرچم و چی کسی هم که تحت نام جهاد جنایت کرده مجرم هست و چی کسی که به خاطر حب چوکی و حب قدرت وطن رو تخریب کرده، این هم عملش، کارش، فکرش همه محکوم هست. یک عده هم به خاطر حرص قدرت، به خاطر حرص چوکی به فکر وطن نشدن، به فکر بالاخره ملت نشدن، به فکر فقط همو هدف اینا بود، زدن ملت را تخریب کردن. که ما به صراحت کامل میگم ای عده هیچ وقت نمایندگی از جهاد و مجاهدین کردن نمیتوانن و ملت مجاهد هم اینا را قبول نداره. به خاطر چی؟ به خاطر این که افرادی که ما این فکر و مفکوری نه تنها خودمه، من مطمئنم که ملت افغانستان هم داره همین فکر و مفکوره هست. هر انسانی که قبل از جهاد افغانستان مال شخصی، پدرش تجارت نداشته، برادرانش تجارت نداشتن، خانوادهش تجارت نداشتن، مال و ثروت نداشتن و بالاخره ملت اونا رو میشناسه و امروز به کاخ رسیدن، کاخهای سر به فلک کشیده دارن، پولهای انگفت در بانکها دارن،
ایت افرادی اگر لاف این را بزنه که من رهبر جهاد هستم، هرگز ملت افغانستان چنین رهبری نپذیرفته و نمیپذیره. به خاطری که وقتی ما میگیم مجاهدین، ملت افغانستان مجاهد هست. مجاهدین امروز کسانی هستند که نان ندارن بخورن. مجاهدین کسانی هستند که معلولین و شهدای هستند که فامیل های شهدا امروز نان ندارن که بخورن. امروز فامیل شهید نه فرزندش درست تعلیم یافته، چون زمینه تعلیم برایش میسر نبوده و تا به امروز میسر نیست. امروز برای وارثین شهدا و معلولین، آنهایی که در گوشه افتاده اند، خاص به خاطر خدا جهاد کردند و خاص به خاطر خدا امروز زندگی میکنن و دست خود را نه پیش یهود، نه پیش نصارا و نه غلام این و اون شدن و نه غلام این و آن، آزاد رزمیدن و آزاد زندگی میکنن. ملت افغانستان همه مجاهد هست، زن و مرد ملت افغانستان مجاهده. پس به اینه که شما اشاره کردیم که مجاهدین، هرگیز نباید این لفظ را ما به زبان بیاریم که مجاهدین وطن را خراب کرد، مجاهدین مثلا مرکز و کابل را خراب کرد. نه خیر، جهاد به خاطر آزادی هست، جهاد به خاطر آبادی هست، جهاد به خاطر عزت هست، جهاد به خاطر تعالی و ترقی هست، جهاد به خاطر عزتمندی دنیا و آخرت انسان هاست، نه به خاطر ذلت. کسانی که به نام جهاد ملت را خار کردن، ملت را ذلیل کردن، وطن را خراب کردن، ما اینا رو نمیتونیم بگیم مجاهد. اینا رو میتونیم بگیم وطن فروش، اینا رو میتونیم بگیم حب و حرص و چوکی اینا رو گرفته بود، اینا رو میتونیم که بالاخره همان آرزوها و آرمانها و خواهشات نفسانی که در وجود داشتن با اونها. شما ببینیم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، من حدیث رو اشاره میکنم، میفهمم که وقت شما کم هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، من فقط مضمون و خلاصه حدیث رو میگم، در روز قیامت الله ما را نجات بده و حفظ بکنه از این حالت. در روز قیامت سه کس آورده میشن: مجاهد، عالم و تاجر. مجاهدی که در دنیا فقط به خاطر این جنگیده و یا شهید شده، به خاطر که یا به قدرت برسه، یا به چوکی برسه، یا به سرمایه برسه، یا اینکه او را شجاع بگن، قهرمان بگن، او را بشناسن همه کس، به شهرت برسه. در روز قیامت وقتی که به شهادت برسه، در روز قیامت ایران میارن، چرا جهاد کردی؟ الله علیم به ذات الصدور هست. ما انسان ها رو میتونیم بازی بدیم، ولی الله رو بازی داده نمیتونه. الله خبیر هست، از همه چیز واقفه، همه چیز رو میدانه. ما میتونیم به ظاهر بیایم خود را یک آدم خوب، یک آدم آراسته بالاخره معرفی کنیم در این راستا، اما باطن ما به الله سبحانه و تعالی معلومه، فکر و اندیشه ما به الله سبحانه و تعالی معلوم هست. میارن سوال میکنن، شما به خاطر چی شهید شدید؟ یا الله من به خاطر اعلای نام تو، یا الله به خاطر اعلای کلمت الله، یا الله به خاطر نصرت دین. یا الله، الله سبحانه و تعالی کذبت، دروغ میگی. او کشته شده، شهید نشده. البته در حدیث میاره که استشهد، شهید ما دیگه در دنیا میگیم. این امروز در افغانستان اصلا ما مرده نداریم، کشته، همه شهادته. جالب در همینجیه، جالب در همینه که به افغانستان خلقی هم کشته میشه شهید شد، پرچمی هم کشته میشه شهید شد، مجاهد هم کشته میشه شهید شد. در حشر مجاهد هم میگیم شهید، پرچمی هم میگیم شهید، خلق هم میگیم شهید، همین دزد هم میگه خدا، صاحب خانم میگه خدا، اما به حشر معلوم میشه. اینجا الله سبحانه وتعالی دستور میده ایر بر رو ازی کشان کشان رو به طرف جهنم بکشانیم. این دروغ گفته، نیتی و الهی نبوده، خدایی نبوده، نیتی و چوکی بوده، نیتی و قدرت بوده، نیتی و حرص دنیا بوده و نیتی بوده که او را قهرمان بگن و او را شجاع بگن. عالم رو بیاریم، عالمی که درباری باشه، نیتش خدایی نباشه. شما به چی کار درس و تعلیم و تدریس داشتیم؟ به چی کار تبلیغ داشتیم؟ یا الله به خاطر که مردم بفهمه، تو را بشناسه و بالاخره به خاطر توحید، به خاطر احکام تو، وقتی این فکر میکنه کمیته که ملت را بازی داد، خدا را هم در حشر بازی میده. لا اله الا الله. الله سبحانه وتعالی میگه کذبت، دروغ میگی. تو را فقط درس و تعلیم و تدریس و تبلیغ تو به خاطر این بوده که تو را عالم بگن، بکشانیدی را هم به جهنم.
فرد سومی رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند تاجر سرمایه دار خیرات داده صدقه داده، اما خیرات را داده تا اینکه او رو بگن که ای سخی هست. خیرات داده، بعض انسان ها در افغانستان با در وقت انتخابات زکات خور توزیع میکرد برای مردم که برای رای بدن. زکاتی که فرض الهیه، فرض الهیه که زکات ندی، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل فبشرهم بعذاب الیم يوم يحمى عليها في نار جهنم. جایگاه کسی که زکات نمیده جهنم هست. زکات رو بدی تا انتخابات مردم رو بالاخره فریب بدی، زکات و خیرات رو بدی تا بالاخره رای بگیری، یا تو را سخی بگن یا تو را بالاخره بگن. چقدر آدم سخاوتمندیه. مسلمانی هم خیلی سخته هم خیلی آسانه. ما بعد امروز که انسانها رو بازی بدیم، فردا الله را بازی داده نمیتونیم. الله میگه به خاطر چی صدقه دادی؟ به خاطر چی خیرات دادی؟ به خاطر چی کمک کردی به فقرا و مستضعفین و یتیما و اینها؟ یا الله به خاطر تو، به خاطر دین تو، به خاطر الهی نام تو، به خاطر که تو گفته بودی. الله میگه کذبت، دروغ میگی، نیتت ریا بوده، نیتت این بوده که تو را تعریف کنن، توصیف کنن، بکشانیدی را به جهنم. الله ما را نجات بده، الله ما را حفظ کنه. الله سبحانه و تعالی مجاهدین ما را مجاهدین واقعی فی سبیل الله بگردانه. آمین. علمای ما را علمای ربانی بگردانه. ثروتمندان ما را وقت صدقه میدن نیتشان را خالصانه و مخلصانه بگردانه. آمین. به اینه که یک مسلمان، ما چی میگیم؟ ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، در مکتب ابراهیم خلیل الله هستیم. خب شاگرد مکتب ابراهیم خلیل الله شدیم. خب این باید سرلوحه زندگی ما باشه که این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، عبادت من، حیات من، ممات من، همه به خاطر الله باشه. جهاد به خاطر الله، دعوت و تبلیغ به خاطر الله، خیرات و زکات و صدقه دادن به خاطر الله، مسئولیت قبول کردن به خاطر الله، کنار رفتن از یک مسئولیت به خاطر الله. به اینه که ما یک نظر بندازیم که ایمان ما چقدر کامل هست. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقط استکمل الایمان. وقتی محبت به خاطر الله شد، بغض به خاطر الله شد، چیزی دادن به خاطر الله شد، منع کردن چیزی به خاطر الله بود، ایمان کامل میشه. پس بناهن ما در افغانستان اگر در گوشه و کنار افراد دیدیم اشاره کردیم، اگر در افغانستان تحت نام جهاد اگر وطن ویران شده، یا بالاخره به نام افرادی که به نام مجاهد وطن رو ویران کردن، یا ظلم شده یا ستم شده، در ابتدا اشاره کردیم که اینها دست خارجی ها بوده، دست دشمنان اسلام بوده و رهبرها مجاهدین اینها نخواسته که دل اینا نمیخواست که کار صورت بگیره، صورت گرفت، پشیمان شدن، پشیمان بودن. و ما از خیلی از بزرگان مجاهدین ما الان صوت و صدای نار داریم، تصویر نار داریم که میگه ما در جنگ های داخلی اشتباه کردیم، نفهمیدیم، ندانستیم. ادعیم که نمیگه ما اشتباه کردیم، هدف اینا چوکی و قدرت و قوت بوده که امروز بالاخره به او قوت و قدرت خود میرسن و در این حالت. پس بناهن ملت افغانستان مجاهد مبارز بوده و هست و خواهد. انشاءالله. تشکر. سلامت باشید. بیننده های عزیز، میان برنامه بسیار کوتاه را میبینیم و با تماس ها و صدای گرم شما برمیگردیم. با ما باشید.
ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید. این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. با سلام دوباره خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی، موضوع این هفته ما بود تا به کی. البته صحبت‌های جالب و مؤثر از جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را شنیدید. حالا نوبت شما بیننده‌های عزیز رسیده است. من از جاوید جان خواهش میکنم که شماره برنامه را زیرنویس کنند. بیننده‌های عزیزی که میخواهند در این بحث با ما شریک شوند میتونند تماس بگیرند و گفتنی های خود را بسیار مختصر البته بگویند تا ما بتونیم بیشترین بیننده‌ها را بگیریم. البته با اینکه تماستون با استودیو وصل شد، صدای تلویزیونتون را خاموش کنید و یا هم از نزد تلویزیون دور باشید تا صدای ما را درست بشنوید و ما هم صدای شما را درست داشته باشیم. یک چیز مهم دیگه که میخواستم برای شما بیننده‌های عزیزی برنامه قلبی آسیا بگویم، البته نشرات ما در واتساپ کم شده، چون واتساپ اجازه نمیده که تحمیل و یا آپلود به آسانی شود. پس کانال تلگرام قلب آسیا، البته روی صفحه تلویزیونتان که میبینید این کانال تلگرام برنامه قلب آسیا هست. کلیپ های از برنامه و مطالب مربوط برنامه قلب آسیا را میتوانید در کانال تلگرام برنامه قلب آسیا پیدا بکنید. ما را در کانال تلگرام من البته نیز دنبال کنید. تماس ها آماده است. من به اجازه جناب مولانا اولین بیننده را میگیرم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز بلندتر صحبت کنید لطفا. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. وعلیکم سلام و رحمت الله. سلامت و زنده باشید. بله سعید، سوال از مولانا مجیب الرحمن داشتم. بله بفرمایید. بله تماسشان قطع شد. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خود معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من عبدالحق. من یک چیزی میگم. بله بلی تشکیلی کنید تحصیم مرخان کرده. صدایتان واضح نیست لطفا از نزد تلویزیون اگر دور شد بیننده عزیز، یا صدای تلویزیون رو ببندید. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. فرج جان صدا را بلندتر بفرستین. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و استاد محترم مولانا مجیب الرحمن. من احسانم از ایران تماس گرفتم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر گرانقدر میکنم خدمت استاد محترم مولانا مجیب الرحمن که اینقدر زیبا سریع و با صراحت در مورد مسائل مسلمین صحبت میکنن، و درود و سلام بر ملت مجاهد افغانستان که اینقدر انسانهای بسیار خونگرم و مؤمنی هستن که هر جای دنیا هستن خداوند این ملت و روشن چشمی امت اسلام قرار داده، و الحمدلله این هدایتی که خداوند جل و جلاله من تو راستای اون قرار داد، این راه خیلی شو دوستای افغان داشتم که تفاید بر خداوند جل و جلاله داد با اونا آشنا شدم. زنگ زدم که از استاد تشکر کنم که زیبا از حق صحبت میکنن، که حرف حق از جایی نمیاد جز این که خداوند توفیق به یکی از انسان مؤمنش بنده های مؤمن خودش داده باشه. عرض دیگه ندارم. تشکر احسان جان از تماستان. میریم به سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خوش آمدید، بفرمایید.
لطفا سلام. سلام از عزت دارم خدمت شما و خدمت مولانا سیمنصاری و تمام بیننده های عزیز شبکه جهانی و سال حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد شفیع جان امینی خوش آمدید، بفرمایید. تشکر، سلامت زنده باشین و از موضوع بسیار خوب شما. من میخواستم یک نقطه را اشاره کنم که ملت افغانستان، من میخواستم اول این سوال بسازم از جناب مولانا سیمنصاری که آیا همه ملت افغانستان توبه کنن یا نه تنها همین رهبران جهادی و کسانی که امروز حکومت به دست از اینای و وزیر و وکیل هم اینا توبه کنن، چون بیشتر اینا در اینا مسئولیت دارن در افغانستان به خاطر امنیت مردم، به خاطر آرامش مردم اینا مسئولیت دارن که باید امنیت مردم رو بگیرن. امروز ببینید که یک فامیل میره که پاسپورت های خود رو بگیره ولی تک تک و پارچه پارچه میشه. خون از اینا به گردن کیست؟ آیا به گردن رهبرا هست یا نه به گردن از این مردم مظلوم بیچاره؟ در افغانستان شهید صلح استاد ربانی اگر شما شاهد باشیم او با روسیه جنگید، جهاد کردم، اونا همین رهبرایی که در افغانستان هم اینا جهاد کردم، ولی امروز فرزند از صلاح الدین ربانی میره از روسیه درخواست کمک نظامی میکنه که بیای باز به سر از این ملت مظلوم بیچاره بم بریزانه. شما ببینید که این کسانی که ما به عنوان وزیر خارجه، به عنوان کسی که فرزندم مجاهد بوده، ما میگفتیم که شاید افتخار بکنیم به وجود از اینا، ولی سعی میکنیم که بیشتر اینا دست از اینا به خون ملت آلوده. بعد وقتی که وزیر خارجه بره چنین درخواستی بکنه از دشمنان اسلام، از کسانی که بینی از اینا در این کشور به خاک خون مالیده شد، از اینا درخواست بکنه، پس بفهمید که چنین گستاخ‌های در افغانستان پیدا میشه که برسانه حاضر میشه به ملت مظلوم افغانستان توهین میکنه و دسترازی میکنه. همو کسانی که در کنار از ششته بودم، اگر ما با خدا رو با شما شاهد میگیرم، اگر در اون کنفرانس می بودم یا در اون میزگرد می بودم، ولی انسان بدبخت و که برای مردم ما توهین کنه، نکتشون که آزادانه از این استدیو از این تلویزیون آزادانه دیری بشه، میذاریم اون خون مرد کردیم پس که به ملت افغانستان توهین میکنه، به مردم، به کل ملت افغانستان توهین کرده، به شهدای ما توهین کرده، به مجاهدین ما توهین کرده. آزادانه همونجی ششتی هم مقدارم که پا خورد بزنه بیرون شبره. از اینا خیلی است. این اولین صدایی بود که بلند شد. متوجه باشیم که این زنگ خطری بود. از رد از بیشترکی شاید قطع علم خواهد کردم علیه از این ملت مردم افغانستان. یقیناً. تشکر محمد شفیع جان، تشکر از صحبت خیلی جالبتون. السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و برکاته و خداحافظتون. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز، خود معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ از لحاظ هستم از ولایت نیمروز افغانستان. فضل احمد جان از ولایت نیمروز افغانستان خوش آمدید، بفرمایید. سلامت باشید. من سب اولا یک سوال او به صحبت مولانا سبق کردم، گفت که مثلا مجاهدین زحمت کشید، دستاورد مجاهدین امروز الحمدلله افغانستان هست، مدارس افغانستان هست و این مشخص هست، چیز نادیدنی نمیشه نادیده گرفت. اما یک سوال با ما همیشه پیش میان استاد محترم. بفرمایید مختصرا لطفا. این هست که مثلا اونا خود جهاد کردن و خون شاهده الله جل جلاله هم مزدنال میده و خانواده شاهده حفظ بفرماید. مثلا رهبران مجاهدین مثل برهان الدین، مثل صبغت الله مجددی، گلبدین، اینا که رهبران مجاهدین بودن، اینا مثلا اینا جریانشان چی رقم میشه؟ با روسیه جنگیدن و زیر از بیرق مثل بعض مثلا مردن و بعض فیلم زندگی میدن و گلبدین امال میخواد زیر می دولت بیاید. فقط از مولانا خواهش میکنم این جواب مر بده، جریان ها چی ده؟ دیروز با کفر دیروزی می جنگید، با کفر و کفر امروزی همکاسه هستم، هر یک سفره نشسته و غذا و نان و نار میخوره. فقط خواهشم مولانا سوال جواب بده. یک پیام هم دیگه برادران مسلمان افغانستان دارم. بله بفرمایید مختصر. و این هسته که مثلا گفت ایت نباشه که هر کس مثلا گفت از او یک حزب تعریف بکنه، مثلا ما گلبدین دوست داره و برهان الدین دوست داره و نمیفهمم مثلا که حزب خلق دوست داره و فلان دوست داره. اگه ما صلح میخواهیم، ما فقط قرآن و سنت پیامبر، فقط قرآن و سنت پیامبر. ما از دیگه هیچ کس ظاهرا از رهبرای از زمان خلق تا فعلا خیر ندیدیم و نتیجه افغانستان ما میبینیم که ما به چی بدبختی گرفته از هر طرف، محاصره اقتصادی، محاصره دینی و حتی عبروی مردم افغانستان
پیش تمام کشورها همه تو رفته و چیز رفته. ما فقط قرآن و سنت پیامبر علیه السلام در نظر گرفته ما میتونیم به صلح برسیم، به آرامش. تشکر فضل احمد جان، تشکر از تماستان. نداره اگه شما تشکر از تماستان. خدا حافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. لطفاً صدای تلویزیونتون رو خاموش کنید. باشه. بفرمایید. الله باب اصلا از هرات. بله خوش آمدید، بفرمایید. در مورد اینی که ما را تعدید میکنم میگم دستا خون روی سینه میگیره، بعد ما رو ویومی میگم، بچه ها الان گوش میکنم. آقای مجد. بله تماسشون قطع شد، میریم سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. لطفا صدای تلویزیونتون را ببندید بیننده گرامی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله مرحبا. بله سلام علیکم. بله صدای بیننده را نداریم، میریم سراغ بیننده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله فرید جان نمیدونم مشکل از اینجاست یا از نزدیک بنده ها، صدا واضح نیست. میریم به سراغ بنده بعدی. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله تماس بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس گرفتید؟ حسین از ایران هستم. بله برادر حسین از ایران خوش آمدید، بفرمایید. سلام گرم میخوام به جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن هم میرسونه. و علیکم سلام و رحمت الله. استاد محترم مجاهدین به افغانستان تامین الان هم هستن. بله. مجاهدین از مردم ملت افغانستان به حال مجاهدین هستن. من خود مهمی حال کسایی میشناسم چی به کابل چی به ایراد هستن که فقط منتظرن که علمای محترم فقط اشاره کنن که جهاز شروع شه. تا امریکا همون رقم مثل روسیه بخواق بشونم استاد محترم. بله واقعا تشکر میکنم. تشکر برادر حسین از تماستان، خدا حافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله، خوش آمدید. خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ پیرامد هستم از ایران. خوش آمدید، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب مولانا پیرامد انصاری. و علیکم سلام و رحمت الله. در افغانستان رهبران جهادی واقعی هم هستن، مزدوران خارجی هم هستن. دلهان هم این ها مزدور خارجی ها هستن در قدرت رسید از کسان رهبران واقعی یا چیزی که قدرت در دست ندارن. پیروان عبدالله سفره که عبدالله افغانستان اینا دانت کردن در افغانستان زمان جهاد بوده، بعد از زمان جهاد که پیشتی شد پیروان عبدالله ابن سبس که بین مردم افغانستان بین افغانان جهادی اختلاف انداخت. الان هم همون طور از قوم گرایی مثلا این ها را انتقام مثلا سنسون و تاجیز این ها را به هم انداخته کار پیروان عبدالله ابن سبا هستم. یعنی الان هم
اینها این کارا ادامه داره. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده بدر میگیریم. بله السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفا صدای گیرنده تون رو خاموش کنید. خاموش کنید. بله. بله برادر عزیز، سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد شما خوبه؟ سلام خدمت استاد سید مجیب رحمان انصاری. تشکر، سلامت باشید. خانم اسکرزاده هستم از شهر آمبورگ کشور آلمان، شما رو زحمت میدم. خوش آمدید، بفرمایید خواهر. من البته همیشه برنامه شما رو میبینم، قلبا تشکری سپاسگزاری میکنم. منتها امشب بسیار زیاد یک اندازه من جگرخون شدم و می یک شخص بسیار خائن و وطن فروش و خاک فروش و ناموس فروش که ای در یک انترویوی در یکی از چینل های کابل مصاحبه کردن که شما لطف کردین ایده ماندین. این خائن ملی باید از بفهمه کسایی را که در پلیگون پل چرخی یا در شروع کودتای ننگین کشتین، اونا خائنی نبود. او کسایی بود که نمیخواستن که ناموس خود بفروشن، خاک خود با شما امنوا و همصدا نبودن. اونا کسایی بودن که بیچارا یا سبزی فروش بودن یا سای منصبایی بودن که بسیار با ناموس مسلمان بودن که اونا را شما بردین. من بمی ایران هستم. با آمدن حکمتیار همه مردم صدای خود بلند کرده که باید تست محاکمه شوه. یک مرد پیدا شوه در استیدیو داخل می شد و خوب یک چند سلی بروی ازی خائن می زد و می کشیدش که تو چطور اقرار میکنی که مایق مردم شهید ساختیم. یکی از این شهدا پدر امیر عبدالرشید خان عسکرزاده بود که در شروع کودتای سر قماندان امنی قندار بود، توسط صمد اظهر خائن که فعلا در آلمان زندگی میکنه و افغانها در مجالس خود میارن بالا سر رو میشانن و از او پذیرایی میکنن. امیر خائن امروز اینجا زندگی میکنه و هیچ کس عکس العمل منفی نشان نمیداده مقابلش. اینمی کسایی که کلشان شهید شدن یا به خاطر که نمیخواستن میرعلی اکبر خیبر قبول کنن، نمیخواستن کارمر قبول کنن، نمیخواستن که عقیده ماتریالیستی منکر دین شما منافقین و مشرکین قبول کنن. امروز قربان استاد سید مجیب رحمان انصاری برادر مسلمان ما که چهره های شما را افشا میکنن. خواهرای برادرایی که در افغانستان هستین، امی شخص اگه پیدا کردین آنقدر ایره توهین و تحقیر کنین، واسیلی ها بروش بزنین که دیگه جرات نکنه خون مردم افغانستان شهیدای پاک راه اسلام و باد تمسخر بگیره. مینمی یک خواهش از کلگی دارم که چرا اینقدر اینا سرد شدن و چرا اینقدر به تفاوت شدن در مقابل تر مصاحبه هایی که در استودیو میشه و کسی که رمیه را مصاحبه میکنه خود از اون اول در مقابل از اینمی مردم و ملت افغانستان 100% مسئولیت داره. باید تصیر اصلا مصاحبه نکنن و حرف از ایره باید از انتشار نتن. خجالت بکشین، شما کمونستا ریشای اصلی بدبختی مردم افغانستان هستین. اولین آتش را که شما گوگر زندانی خرمن شما بودین. اگر شما نمی بودین مردم چرا می رفت جهاد میکرد؟ اگر شما نمی بودین چرا امروز ما بین اروپا فامیل های افغان پشت وطن پشت دین خود تفاهش میکنن؟ مگر همه خدر بیچارا در اینجا زندگی میکنن جرات ندارن که برن طرف افغانستان که میگن جان ما در خطر است. خوش آبال از این برنامه های وصال حقی، برنامه های توحیدی که شما رفشا میکنه. لعنت به شما کمونستا که اول استعمد از است که دالمان زندگی میکنه که قاتل پدر ما شهید میر عبدالرشید خان هاشم صاحب میونوال و هزارها هزار جوان دیگه است. تشکر برادر عزیز از این که یک اندازه احساساتی شدم، مرا معذرت ما قبول کنین و آخر قلب مرا امشب سراخ ساختی با این گفته های خودی منافق. خواهش میکنم، تشکر آخر گرامی. از شما تشکر بسیار زیاد. شب شما خوش انشاءالله تا صحبت ها و پروگرام های بعدی را انشاءالله. تشکر خواهر گرامی، البته از شما و از تمام بینده های عزیزی که با شنیدن حرف های آن فرد کمونیست دلهایتان را آزار دادیم بسیار زیاد ببخشید، معذرت میخواییم. البته نیاز بود که یک بخش از صحبت های را نشان میدادیم و پاسخ جناب مولانا را میشنیدیم. آخرین بینده را به اجازه جناب مولانا ما میگیرم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید بنده عزیز. لطفاً مختصراً صحبتتان را تمام کنید. بفرمایید. سلام عرض میکنم برای بیننده، برای مجیب. و علیکم السلام و رحمت الله. حرفایی که شما زدین بسیار دلنشین و برای افغانها بسیار مهم. این خائنی که این صحبت ها را کرد ما بسیار ناراحت شدیم. من خودم یک مجاهد هستم، یکم افسوس که اون رهبرا مجاهد راهنمایی درست نکردن. ما مجاهد بودیم، ما رو ویل کردن در سال 72. ما سفار مجاهد ویل کردیم، رفتیم تاجیکستان برای جنگ.
مجاهد نبود که ما راهنمایی میکرد، رهبر نبود راهنمایی میکرد، همه خائن بودن. لیکن می مجیب رحمان که یک خبر میزنه بسیار، کاش که این که اگر رهبر یک جمهوری داشتیم که مردم راهنمایی میکردم واقعی. ما اون سیاست مدارات چیزی دیگه میگود، ما مجاهد نمیخوام اینه که رهبرها چی کار میکنم. اگر شما این برنامه رو باید ادامه بدین، هفته بعد اگر این برنامه رو ادامه بدین، ما این میخواییم فیلم پوری کنیم و با آینده دیگه با دیگه افغانه اینا رو برسانیم انشاءالله. بندیاد شما از صفحه فیسبوک برنامه و همچنان از خلال تلگرام میتونید که کلیپ های این برنامه و سایر برنامه های قلب آسیا را بیابید. تشکر از بنده های عزیزی که تماس گرفتن و بنده های عزیزی که پشت خط ماندن. ما نمیتونیم بنا بر ضیق وقت تماس های شما را بگیریم، از شما معذرت میخواییم. تشکر از تک تک شما عزیزان. جناب مولانا، دقایق پایانی برنامه است، تعلیق بالای صحبت های بنده ها اگر داشته باشید در آغاز. تشکر. حقیقتا صحبت های خواهر مؤمن و مسلمان چنان مؤثر که اولا دعا میکنیم که بار الله پروردگارا همچون خواهران ما را در هر گوشه ای از دنیا که هستند در حفظ و حمایه خود داشته باش. و اولاد صالح چقدر مهمه که من دعا میکنم و بینندگان عزیز آمین میگن. پروردگار عالم روح پدر بزرگوار این خواهر عزیز و گرامی ما را شاد داشته باشه. آمین. و سایر شهدایی که به دست آن وحشی صفتان آن زمان در بدایت کودتا و در دوران انقلاب اینها به دست خلق و پرچم و کمونیست ها که شهید شدن، الله جنت الفردوس را نصیب شهدا بگردانه. آمین. و برای وارثین شهدا صبر جمیل و مزد جزیل عنایت بفرمایه. و باز هم از یک طرف خیلی خوشحال کننده هست که دشمنان اسلام بفهمن و بدانن که اگر پدر را شهید کردن، نسل از او در قلب کافر هم که در اروپا هم زندگی بکنه، باز هم صدای حق و حقیقت را از آنجا بلند کرده و بلند میکنه. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. بینندگان عزیز ما که بعضی سوالاتی داشتن که رهبران امروزی که زیر چتر و سایه این حکومت زندگی میکنن آیا این چگونه هست؟ انما الاعمال بالنیات. الله سبحانه و تعالی با نیت ها معامله میکنه. اگر رهبران ما به فکر آوردن صلح، به فکر آوردن آسایش و امنیت در افغانستان و به فکر ملت هستند، که اهلا و سهلا، خوشا به حال اونها. اگر به فکر چوکی و قدرت و فقط حفظ جان خود هستند و فقط به خود فکر میکنن، بدا به حالشان، در روز حشر باید خودشان جواب بدهن. دوست دیگر ما که سوال کرد، اگرچه ارتباط به برنامه هم ربط نداره و ارتباط نداره، که صدای ناقطع شد، که ما در منطقه خود دستای خود را فوق السره و یا تحت السره بسته می کنیم در نماز، آیا ما را چی می گوین؟ هر دو در روایات ثابت شده، اشکال نداره. توبه گفتن محمد شفیع جان، فکر می کنم پرسان کردن که توبه مسئولین بکنه یا کل ملت. درباره توبه مسئله‌ای که الله سبحانه و تعالی می فرماید و توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون، جمیعا در این آیه گفته شده. همه باید دست جمعی به درگاه خدا توبه کرد. رئیس جمهور باید توبه کنه، رئیس قوه اجراییه باید توبه کنه، وزرا باید توبه کنن، و رئیس پارلمان و اعضای پارلمان باید توبه کنن، رئیس محاکم و بالاخره قاضی القضات افغانستان باید توبه کنه در قضایایی که در افغانستان امروز میگذره، مسئولین سارنوالی ها و بالاخره اینها باید توبه کنن، علما توبه کنن، خطبا توبه کنن، معلمین توبه کنن، و بالاخره مدرسین توبه کنن. کل ملت افغانستان، هر کدام ما به نوعی، اگر یکی خیانت کرده باید از خیانت خود توبه کنه، یکی در مقابل خائن سکوت کرده از سکوت خود توبه کنه. الله سبحانه وتعالی می فرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. شما دست جمعی به درگاه الله توبه کنید
تا اینکه رستگار شوید. الله توبه خالصانه و مخلصانه برای همه ملت افغانستان و برای همه مسلمان ها نصیب بگردانه. آمین. تشکر، سلامت باشید. با این مشکلاتی که ما دچار هستیم به عنوان آخرین سوال و دقایق آخری برنامه هست، اگر دولت یا مسئولین یا رهبران جهادی هر چی که بودن چیزی برای ملت نکردن، خب خود ملت چی باید بکنه؟ آیا ملت برای ملت هم گفتنی دارید در آخر؟ یعنی هدف شما ملت؟ ملت شریف افغانستان. یعنی حکومت کار نمیکنه، هدف اینه که ملت به پا خیزه. ملت پا نداره که به پا خیزه، برای ملت پا نمانده. میخوام ایر به صراحت کامل بگم، اگر وقت برنامه هم رو به اتمام رسیده، امیدوارم یک چند دقیقه وقت بدن. شاید این سوال در ذهن خیلی از بیننده ها بیایه، ملت به پا خیزه، برای ملت پا نمانده، به خاطر اینکه دست و پای ملت بسته شده. اول دست و پای ملت را بستند و این وضعیت را در کشور آوردند. چگونه؟ یک عده دست و پای نا به قدرت بسته شده، فقط به حفظ چوکی خود تلاش میکنن. یک عده دست و پای نار گرفتن پروژه هایی که در داخل افغانستان هست، پروژه های پولی و مالی و بالاخره دست و پای نار بسته. یک عده آوردن تحت نام پارلمان و بالاخره وکیل و بالاخره فلان و فلان دست و پای رو بستن. این دست و پاها بسته شده. یک عده به نام هنرمند، کاشک هنر واقعی می بود که هنرمند افتخار ملت افغانستان، که خیر افتخار امت اسلامیه، کش به شرط هنرمند واقعی باشه. تحت نام هنرمند دست و پای رو بستن و او کشاندن به بیهیایی و اینها تحت نام ستاره افغان و او مصروف کردن. ادیر به تماشای و مصروف کردن دست و پای رو بستن، ادیر بالاخره کشاندن به روی استیج و اینها، ادیر دست و پای رو با دیدن فیلم های مبتذل دست و پا رو بستن. این تلویزیون های لجام گسختی که در داخل افغانستان، سریال های مبتذل که هر روز ترویج بیهیایی و خرافات و بدعات و بالاخره اینها، و ادیر هم که اگر با اینها مخالفت کنه بگه که اینها خلاف شرع، اینها گناه، اینها معصیت، او رم به نام افراطی و تندرو و بالاخره و غیره او را از بین میبرن. ادیر هم در بانک های سودی و ربوی مصروف کردن، ادیر به رشوت مصروف کردن. این دست و پا همه بسته شده. اگر ملت افغانستان میخواه قیام داشته باشه، باید اول دست و پای خود را باز کنه. دست و پای ملت باید از رشوت باز بشه، دست و پای ملت باید از سود و ربا باز بشه، دست و پای ملت باید از تحت این پروسه ها و پروژه های شیطانی که ستاره افغان و حکزا و بالاخره اینها، باید دست و پای اینا باز بشه. وقت دست و پا باز شد، اینجا انسان میتونه حرکت بکنه، میتونه قیام بکنه، میتونه بالاخره خور به جای برسانه. پس به هر حال برای ملت افغانستان، ملت شرافتمند افغانستان، دردها زیاد هست، رنجهای ملت افغانستان هم. نمیدانم تا کی این دردها و این رنجها ادامه پیدا خواهد کرد. نمیدانیم تا کی ما در زیر دست و پای ظالمین دست و پا بزنیم. نمیدانیم تا کی از چنگال این ظالمینی که امروز به مال ملت، به آبروی ملت، به عزت ملت، به شرف ملت و به ناموس این ملتی که در دنیا شجاعتش، غیرتش، مردانگیش، همتش، ناموسداریش به دنیا می درخشید، امروز این ظالمین بازی می کنن. دعا می کنیم پروردگارا ملت افغانستان را سرفراز و سربلند داشته باش. حکمت فعلی افغانستان را پروردگارا حکمت اسلامی، حکمت قرآنی بگردان. پروردگارا وقتی ما میگیم وحدت ملی، پروردگارا در افغانستان اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما. پروردگارا ظالمینی که تا دیروز ظلم کردن و امروزه هم سر قدرت هستن، آنها را هدایت کن، بار الها هدایت کن. اگر قابل و لیاقت هدایت را ندارن، پروردگارا خار و ذلیل بگردان و محو نابوتشان بگردان. پروردگارا مجاهدین واقعی و فی سبیل الله در هر گوشه ای از افغانستان و در هر گوشه ای از دنیا هستند، پیروز و سرفراز و سربلند داشته باش. پروردگارا عزت از دست رفته ای امت اسلامی را
پس برای امت اسلامی برگردان و ما را پیرو قرآن و سنت رسول الله داشته باش. پروردگارا روح شهدای صدر اسلام و شهدای افغانستان را شاد داشته باش. با اونهایی که به دست خلق و پرچم و کمونیست ها جام شهادت را نوشیدن، خدای جنت الفردوس را نصیبشان بگردان. وارثین شهدا را توفیق بده که راه شهدا را و آرمان شهدا را برای همیشه زنده داشته باشن. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. حرف اخیر من این هست، هر کس به افغانستان نیت خدمت داره الله پیروز بگردانه، و نیت خیانت داره الله خیانتش را به سوی خودش بر بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از تک تک شما بیننده‌های عزیز و گرامی که تا این لحظات با ما بودید، و همچنان تشکری ویژه دارم از همکاران عزیزم جاوید جان و فرید جان. همیش ما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.